اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى. مولا علی موسی رضا، ای قبلگاه جان ما، ای تا قیامت سائلت جمع تمام ما سوا، جمع تمام ما سوا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. السلام عليك يا علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. طبق نقلی روزی 12 صفر مصادف است با روز شهادت آقا علی ابن موسی الرضا علیه الصلاة والسلام. بنده لازم می دانم شهادت مظلومانه و غریبانه هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت علی ابن موسی الرضا علیه السلام را و پیشگاه مقدس آقا ولی عصر روح و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و همه شیعیان و پیروان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در سر تا سر جهان تسلیت عرض کنم. بحث را که در این رابطه در نظر دارم در این چند لحظه خدمت شما ارائه بدهم در رابطه با چند تا سوال هست که پاسخ اون سوالات را به طور بسیار مختصر و فشرده مطرح خواهیم کرد. اولین سوالی که مطرح هست این است که هدف مأمون از دعوت امام رضا علیه السلام به خراسان چی بوده؟ آیا واقعا مأمون از روی دلسوزی و از روی عشق و علاقه و محبتی که نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام پیدا کرده بود امام رضا علیه السلام را دعوت کرد تا او را به عنوان خلیفه و به عنوان جانشین به حق پیغمبر گرامی اسلام بر مسند خلافت بنشاند و در واقع حق غصب شده اهل بیت عصمت و طهارت را به اونها برگرداند؟ آیا هدفش این بود یا نه هدف دیگری را دنبال می کرد؟ باید در اینجا اجمالاً به این سوال پاسخ داده شود تا مشخص شود که واقعاً مأمونی که بعضی ها حتی ادعا می کند شاید او تمایل به مذهب تشیع پیدا کرده بود آیا حقیقت دارد یا نه؟ در جنگی که بین دو تا برادر امین و مأمون اتفاق افتاد این جنگ قطعا غرض و هدفش بر سر رسیدن به خلافت و جانشینی پدرش بود. وقتی که امین به دست سپاهیان مأمون کشته شد و به قتل رسید مأمون خودش را بدون رقیب دید و بر مسند خلافت و قدرت نشست و زمام امور مسلمین را و کشور اسلامی که در اون روز بزرگترین کشور بود
بر عهده گرفت، اما در عین حالی که رقیب اصلی خودش را و برادرش را از صحنه خارج کرده بود و او را کشت و سر بریده او را روی چوب نصب کرد و در انظار مردم قرار داد و خودش با تمام قدرت بر مسند خلافت نشست، در عین حال نگرانی های زیاد ذهن او را مشغول کرده بود. احساس خطر می کرد. از جهات مختلف پایه های حکومت مأمون متزلزل بود. حالا علت این که چرا مأمون ناراحت و نگرانی داشت، جهات مختلف داشت. یکی از علتهاش این بود که علویان و طرفداران علویان در اون روز نسبت به حکومت عباسی و خصوصا مأمون نفرت و انزجار داشت و از حکومت بنی عباس متنفر بود. نه تنها حکومت عباسی را تأیید نمی کرد و نه تنها حکومت مأمون را تأیید نمی کرد، بلکه در هر موقعی و در هر منطقه پرچم مخالفت بر ضد حکومت مأمون و حکومت عباسی به طور مطلق بر می داشت و مخالفت خودش را و انزجار خودش را ابراز می کردن. دوم این که خود عباسیان هم دل خوشی از مأمون نداشتن، به خاطر این که مأمون برادرش امین را کشت و سر بریده او را بالای چوب نصب کرد، در واقع با انکارش اعلام قدرت کرد، اعلام پیروزی کرد که من بر برادرم پیروز شدم و الان یکتاز میدان قدرت و خلافت و حکومت هستم، و این کار باعث رنجش خاطر زیاد عباسیان شد، چون عباسیان امین را به عنوان جانشین به حق و مشروع پدرش هارون می دانست. او را برای خلافت و جانشینی اصلح‌تر از برادرش مأمون می دانست و لذا از این جهتی که او توسط برادرش مأمون کشته شد باعث نگرانی شدید عباسیان شد و لذا عباسیان نمی توانست او را بپذیرد و حکومت او را تأیید بکند. و از طرف دیگر مأمون فرزند زبیده خاتون بود، زبیده ای که در میان عباسیان زن برجسته و بانوی برجسته بود و نژادن عرب بود، اما مأمون مادرش یک خانوم ایرانی و در عین حال کنیز بود. هیچگاه عباسیان مأمون را بر امین نمی توانستن ترجیح بدن و امین را به مأمون نمی توانستن بفروشن، و از روی این جهت هم بود که مأمون اعتماد زیادی به بنی عباس هم نداشت. علت دیگرش این بود که عرب اون روز یکی از اعتقاداتش برتری نژاد عرب بر غیر عرب بود. تعصب عرب بر غیر عرب اون روزا خیلی شدید بود و از طرفی می دیدن که مأمون ارتباط زیادی با ایرانیا و فارسی زبانها دارد، حتی به گونه ای که معلم و مأمور او شخص به نام فضل ابن سهل بود که همیشه در کنارش بود و در همه کارها با او
مشورت میکرد و صحبت میکرد و حتی دو تا پست مهم و حساس حکومتی را به فضل ابن سهل سپرده بود که یکی پست نخست وزیری بود و دیگر پست فرماندهی نظامی را بر فضل ابن سهل سپرده بود و از طرف دیگر شخص به نام یحیی ابن اکثم که اون هم ایرانی بود به عنوان مشاور مخصوص مأمون قرار گرفته بود و به این لحاظ بود که عباسیان نمیخواستن مأمون را به عنوان حاکم و خلیفه بپذیرد و قبولش بکند و از طرف دیگر ایرانیان و خصوصا مردم خراسان اعتقاد به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام داشتند و فطرتاً محب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و خواستار خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام بودند و از طرف دیگر می دیدن که مأمونی که یک فرد عباسی هست، یک حاکم عباسی هست، رو در روی اهل بیت پیغمبر قرار گرفته است و لذا مأمون در بین ایرانیان و خراسانیان اون زمان از جایگاه و پایگاه اجتماعی برخوردار نبود و خصوصا که می دانستن مأمون کسی است که پدر او هارون امام هفتم آقا امام کاظم علیه السلام را به شهادت رسونده است، یعنی مأمون پسر قاتل امام کاظم علیه السلام هست و از این جهت هم مأمون در بین ایرانیان و خراسانیان هم واقعا جایگاه و موقعیتی نداشت و محبوبیتی نداشت و همچنین علتهای دیگری هم ممکن است که در اینجا دخالت داشته باشد که اینها همه باعث شد که مأمون نسبت به دوام حکومت خودش احساس خطر بکند و لذا در صدد چاره‌جویی برآمد، تصمیم گرفت علاج واقعه رو قبل از وقوع انجام بدهد، قبل از آن که اون خطرات جدی تر شود باید چاره‌ای بیندیشد. بعد از مدتی که فکر کرد و اندیشید به این نتیجه رسید که بهترین راه نجات این است که آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام را از مدینه دعوت کند به خراسان، چون آقا علی ابن موسی رضا از موقعیت اجتماعی و از جایگاه اجتماعی خاصی در بین مردم ایران و خراسانیان و علویان برخوردار است، لذا می تواند او را به عنوان پول قرار بدهد و خودش را به اون هدفی که دارد که مستحکم کردن پایه های حکومتش باشد برساند. این سؤال اولی بود که عرض کردم که آیا هدف مأمون از دعوت امام رضا به خراسان چی بود؟ اما سؤال دیگه‌ای که در اینجا مطرح است این است که آیا امام رضا علیه السلام از این سفری که از مدینه به سمت خراسان آمد رضایت خاطر داشت، راضی بود یا ناراضی بود؟ برای پاسخ این سوال باید بگیم که امام رضا علیه السلام از اصل سفر ناراضی نبود، اما نارضایتی امام رضا علیه السلام از چند جهت بود. اول این که این سفر سفر اجباری و با اکراه بود که از طرف مأمون امام رضا علیه السلام مجبور شده بود، با رضایت خودش، با تصمیم خودش، با اختیار خودش این سفر رو اختیار نکرده بود و چون دعوت از طرف مأمون صورت گرفته بود و خود این دعوت از طرف مأمون باعث نارضایتی امام بود که امام نمیخواست با دعوت مأمون
شهر مدینه رو ترک کند و به سرزمین خراسان سفر بکند. چون از مأمون که خلیفه عباسی بود نمیخواست امام رضا علیه السلام تبعیت بکند و به حرف او گوش کند و این سفر رو اختیار بکند که امام رضا علیه السلام خودش در اون مجلسی که مأمون تشکیل داده بود و عده زیادی از مردم را در اونجا جمع کرده بود تا از اونها برای ولایت عهدی امام رضا بیعت بگیرن، خود امام رضا علیه السلام بعد از آنی که ولایت عهدی در واقع مستقر شد در ظاهر برای حضرت، اونجا دست به دعا بلند کرد که خدایا تو خود میدانی که من در این راه و برای قبولی این منصب مضطر و مکره هستم، خدایا مرا برای این کار مؤاخذه نکن، همونطوری که عبد صالحت را و نبیت را حضرت یوسف را برای پذیرش منصب حکومت مصر مؤاخذه نکردی، خدای منو هم مؤاخذه نکن. این نشان دهنده این است که امام رضا علیه السلام از خود دعوت مأمون ناراضی بود و نمیخواست این سفر، انگیزش از این سفر و هدفش از این سفر این باشد که خواسته های مأمون را تحقق بخشد و به خواسته ها و اهداف مأمون جامعه عمل بپوشاند. از این جهت امام رضا علیه السلام کاملا ناراضی بود. رضا دوای درد ما، رضا معین ضعفا، رضا دوای درد ما، رضا معین ضعفا. اما جهت دیگری که امام رضا علیه السلام به اون جهت از آمدن به این سفر ناراضی و ناراحت بود این بود که امام رضا علیه السلام از مدینه‌ای که زادگاه او و خصوصا در کنار حرم و بارگاه ملکوتی پیامبر گرامی اسلام و قبر شریف جدش پیامبر گرامی اسلام در اونجا بود، نمیخواست حضرت از اونجا جدا شود. ولذا در اون ساعات آخری که امام رضا میخواست از مدینه حرکت بکند، سجستانی میگوید دیدم امام رضا علیه السلام رفت کنار قبر جدش پیغمبر، شروع کرد بلند بلند گریه کردن. رفتم خدمت آقا که آقا رو برای این که گریه نکند ساکتش کنم، حضرت فرمود آرام باش، تو میدانی که منو از کنار قبر جدم پیغمبر دارن میبرن و من دارم با قبر جدم پیغمبر خداحافظی میکنم و وداع میکنم و به شدت از این کار ناراحتم. این یکی از ادله بود که امام رضا علیه السلام نمیخواست شهر مدینه رو ترک بکند و از مدینه خارج شود. و از طرف دیگر امام رضا علیه السلام در نزدیک مکه بود، خب مدینه با مکه با هم دیگر نزدیک است و دوست داشت همیشه همجوار خانه خدا باشد و نزدیک خانه خدا باشد که هر وقتی خواسته باشد مشرف شود برای انجام مراسم حج. اما اگر به خراسان تشریف ببرد قطعا از اونجا دور خواهد شد. از این جهات امام رضا علیه السلام واقعا راضی به این سفر نبود. اما از جهات دیگری که آثار و فواید زیادی بر این سفر مترتب بود، امام رضا علیه السلام کاملا راضی بود. بعد از آنی که مأمون نامه‌های متعدد برای حضرت فرستاد و حضرت قبول نکرد و همه اون نامه‌ها را رد کرد، آخر الامر مجبور کرد امام رضا علیه السلام را
که حتما باید به خراسان بیاید، امام رضا علیه السلام احساس خطر کرد که قطعا اگر امام رضا آماده سفر نمیشد شهادت او قطعی بود، در حالی که شهادت امام رضا علیه السلام در مدینه اون آثاری را که سفر امام رضا علیه السلام به خراسان و شهادت امام رضا علیه السلام در خراسان داشت نداشت. ولذا امام رضا علیه السلام با پیشبینی که کرده بود اون آثار و نتایج پرخیر و برکتی را که بر این سفر مترتب بود حضرت پیشبینی می کرد، با توجه به اون آثار و نتایج این سفر طولانی رو اختیار کرد. یکی از آثار بسیار مهم و ارزشمندی که سفر امام رضا علیه السلام به خراسان داشت این بود که سفر امام رضا علیه السلام باعث تقویت و گسترش تشیع در ایران شد و امام رضا علیه السلام توانست در این سفر عقاید شیعه را برای مردم بیان بکند و اعتقادات مردم را نسبت به ائمه علیهم السلام گسترش بدهد و تعمیق ببخشد و فرهنگ تشیع را برای مردم احیا بکند و مردم را با مقام امامت بیشتر آشنا بکند، که این کار صورت نمی گرفت مگر با آمدن امام رضا به این شهر و به این کشور، که اتفاقا همین آثار را این سفر به دنبال داشت. و دیگر این که زمینه مناظراتی که در این سفر در خراسان به وجود آمد، اون مناظراتی که بین امام و دانشمندان جهان و علمای یهودی و مسیحی صورت گرفت که اون مجالس مناظره از طرف مأمون تشکیل داده شده بود، اتفاقا زمینه خوبی بود که امام رضا علیه السلام ماهیت و هویت عقاید اسلامی را و خصوصا تشیع را برای مردم و برای دانشمندان جهان بیان بکند و روشن بکند. و همچنین صحت عقاید شیعه 12 امامی را برای مردم توضیح بدهد و اثبات بکند با دلایل روشن که امام رضا علیه السلام در ضمن مناظراتش داشت، واقعا صحت عقاید را، عقاید تشیع را به اثبات رساند. و همچنین حقانیت اصل اسلام و حقانیت اصل تشیع را در اون جلسات بیان کرد و به اثبات رساند و روشن کرد. حقانیت اصل اسلام را برای غیر مسلمانان و حقانیت مذهب تشیع را برای مخالفان و همچنین تشیع ایرانیان، گسترش تشیع ایرانیان را اون سخنان امام رضا علیه السلام در پی داشت، که اینها حاصل این سفر پرخیر و برکت امام رضا علیه السلام به خراسان بود. و از طرف دیگر هدفی که مأمون داشت از این دعوت این بود که میخواست قدرت خودش را دوام ببخشد و مستحکم بکند، پایه های قدرت خودش را محکم کند و مشروعیت ببخشد و در ظاهر به گونه رفتار میکرد که مردم خیلی ها باورش شده بود که مأمون واقعا شیعه است و مذهب تشیع را قبول کرده است و میخواهد امام را به عنوان
امام و پیشوا و خلیفه به حق پیغمبر در اونجا قرار بدهد و او را به جایگاه اصلیش برگرداند. خیلی ها بر این عقیده بود. رفتار ظاهری مأمون با امام رضا علیه السلام، اون استقبال گرمی که از امام رضا علیه السلام انجام داد، واقعا فریبنده بود، مردم را فریب داده بود. خیلی ها از این سفر خوشحال بودند و خیلی ها از این که امام رضا علیه السلام مقام ولایت عهدی رو پذیرفته است در نهایت خوشحالی و مسرت به سر می بردن. می گفتن امام رضا علیه السلام واقعا به اون حقی که داشت رسید، در حالی که امام رضا علیه السلام فرمود نه، این کار به سرانجام نمی رسد، به پایان نمی رسد. امام رضا علیه السلام در واقع با آمدنش در این سفر اون هدف شومی که مأمون به دنبال اون بود را خونسا کرد، نقش مأمون را نقش بر آب کرد و چهره پلیدی که پشت پرده پنهان بود، پشت نقاب پنهان بود را امام رضا علیه السلام با آمدنش در این سفر عملا اون چهره را آشکار کرد که اگر امام رضا نمی آمد در این سفر، خیلی ها شاید حضرت رو مورد انتقاد قرار میداد که شما چرا نیامدید، شما باید می آمدید و حق خودتون را که مأمون قرار بود او را به شما برگرداند به شما برگرداند. اگر امام رضا نمی آمد، شاید خیلی سوال در تاریخ مطرح می شد که چرا امام رضا برای گرفتن حق خودش سهلنگاری کرد و اون چهره به ظاهر ظاهر و صلاح مأمون که پشت پرده او، پشت اون چهره به ظاهر خوب، چهره شیطانی قرار گرفته بود که هدفش این بود که امام رضا رو به عنوان وسیله و آلت دست خودش قرار بدهد و از او برای استحکام حکومت خودش استفاده بکند از اون حضرت. ولی امام رضا علیه السلام وقتی آمد با شیوه زندگی خودش، با نحوه رفتار خودش، نقش مأمون را نقش برآب کرد و به مردم و به جهانیان فهمان که هدف مأمون هدف خیری نبوده است. او نمیخواسته است حقیقتا امام را به مقامش برگرداند و الا مقام امامت ربط به مأمون نداشت. خود امام بارها در این سفر بیان فرمود که من به مقام امامت رسیدم، اما این مقام امامت رو خدای متعال به ما داده است، اصلا مقام امامت ما ربط به مأمون ندارد. و لذا در اون مجلسی که در حضور مأمون و عده زیادی از سران کشور بود، وقتی مأمون مسئله خلافت رو مطرح کرد، امام رضا علیه السلام فرمود آیا خلافت رو حق مشروع خود میدانی؟ این خلافت رو خدا به تو داده است که اگر این خلافت رو خدا به تو داده است، تو حق نداری این خلافت خدا دادی رو به کسی دیگر واگذار کنی. اما اگر این خلافت حق تو نیست، باز هم تو حق نداری در این خلافت اختیارداری بکنی و از کسی بگیری و کسی را عزل بکنی و کسی دیگر را جایگزین بکنی. تو در هیچ صورت حقی نداری. خلاصه این که امام رضا علیه السلام با رفتار خودش، با گفتار خودش، با نحوه برخوردش، خصوصا در نماز عید فطر که حضرت شرکت کرد و جلسات مناظره رو تعطیل کرد و در نتیجه با اون رفتارهایی که امام رضا از خودش نشان داد که منجر به شهادت آن حضرت شد، نشان داد با این رفتار خودش که مأمون عباسی هدف و غرضش از دعوت امام رضا در این سفر برای حفظ حکومت خودش بوده است، نه برای اینکه واقعا امام رضا علیه السلام را حقیقتا بر مسند خلافتی که حق اونها هست بنشاند. این را حضرت نشان داد. و از طرف دیگر در طول سفری که امام رضا علیه السلام از مدینه به سمت خراسان داشت می آمد، معجزات و کراماتی که از امام رضا علیه السلام در خود خراسان و
و در طول سفر مردم به چشم خودش مشاهده کرد، بر اعتقادات مردم افزوده شد. این هم از جمله آثار و برکات این سفر بود که مردم به مقام امامت، به مقام والای امامت آشنایی پیدا کردند و با امام رضا به عنوان امام معصوم آشنا شدند. که اگر این سفر اتفاق نمی افتاد قطعا مردم آشنایی کامل نسبت به امام رضا علیه السلام و مقام امامت و مقام عصمت و مقام رسالت پیدا نمی کرد. که همه اینها به برکت این سفر بود که در واقع این سفر امام رضا و هجرت امام رضا از مدینه به خراسان دقیقا مانند هجرت پیغمبر از مکه به مدینه بود. همونطوری که پیغمبر گرامی اسلام از مکه که زادگاه اصلی او بود با اکراه مهاجرت کرد به مدینه، ولی بعد از اون آثار و برکات زیادی این هجرت به دنبال داشت و به همراه داشت که اگر در مکه پیغمبر میمان اون آثار و برکات به همراه نمی بود، هجرت امام رضا هم شبیه هجرت جدش پیغمبر بود که آثار و برکات فراوان را به همراه داشت. که اینها نمونه های خیلی کوچیکی از اون آثار و برکاتی هست که خدمت شما عرض کردیم. امیدوارم که خداوند متعال به ما توفیق عنایت بکند که بتوانیم دنبال روی امامانمون باشیم و پیروان واقعی برای امامانمون باشیم و شناختمون نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت روز به روز بیشتر بشود و عقیده ما و محبت ما و عشق ما نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام روز به روز افزوده شود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تو شب‌های غریبی مهتاب ما شمایی، همه عالم می‌دونن آقای ما شمایی، آقای ما شمایی. غریب الغربا یا مولا، معین الضعفا یا مولا.